بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی دوست که هرچه داریم از لطف و عنایت اوست. عرض سلام و روز بخیر داریم به حضور یک یک شما بینندگان عالی قدر که امروز هم بیننده برنامه روشنا هستین از طریق تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری. خوش آمد میگیم شما را امروز هم با برنامه روشنا. بحث امروز ما هم طبق روال هر پنجشنبه سبک زندگی عزتمندانه هست. اما دوستان، همه ما دوست داریم که مورد عزت و محبوبیت در بین افراد جامعه و اطرافیان خود قرار بگیریم و دوست داریم که مورد توجه باشیم و همه ما را به نحوی دوست داشته باشند. و برای رسیدن به این هدف راهکارهای مختلفی را افراد مختلف مد نظر قرار میدن و برای رسیدن به این هدف از راههای مختلفی استفاده میکنن. با عنوان مثال، ایده کسب مال و ثروت را احساس میکنن که باعث میشه که عزت و احترام و محبوبیت داشته باشن به دلیل کسب مال و ثروت بین افراد جامعه. ایده رسیدگی به ظاهر یا لباس را مایه عزت و محبوبیت بین افراد جامعه میدانن و یا موارد دیگه مثل داشتن تخصص و یا مدرک خاص یا مقام و منصب خاصی که داشته باشن احساس میکنن که مایه محبوبیت میشه. اما بیاین کمی واقع گرایانه تر به این موضوع بنگریم و ببینیم که این نوع محبوبیت هایی که راجع به او صحبت کردم پیشتر آیا واقعا به صورت مادام العمر ادامه خواهد داشت؟ برای یک انسان تا آخر عمر تضمین کننده محبوبیت، عزتمندی و یا همو مورد تایید و اعتماد بودن او هست یا نه یک راهکار موقتی است؟ خب واضح هست که اینها میتونن راهکارهای موقتی باشه که برای یک فرد به صورت موقت و در یک دوره ایجاد محبوبیت کنه. اما ما به دنبال یک عزتمندی و افتخار مادام العمر در زندگی هستیم. دین مبین اسلام به عنوان یک دینی که ارزش واقعی انسان‌ها را همیشه مد نظر قرار داده و برای او برنامه‌های مختلفی را و راهکارهای مختلفی را قرار داده برای داشتن یک سبک زندگی سالم، را در این راستا هم یک سری راهکارهایی را پیش روی مؤمنین عزیز قرار داده. اما اینکه این راهکارها چی هستند برای داشتن یک زندگی عزتمندانه راجع به او صحبت میکنیم امروز. سرکار خانم عالمی با ما هستند در برنامه و بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. خانم عالمی عزیز سلام، خوش آمدیم به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار عزیزم و همه بینندگان محترم. انشاءالله که جور و صحتمند باشن و انشاءالله که بتوانیم امروز یک گفتگوی بسیار مفید را در کنار یک دیگر داشته باشیم. انشاءالله. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. گفتیم که یک سری عوامل، ما در برنامه های قبلی راجع به اهمیت و ضرورت داشتن سبک زندگی که به صورت عزتمندانه باشه با هم صحبت کردیم و امروز میخوایم ببینیم که این عواملی که سبب میشه که ما در بین افراد جامعه داره یک عزت خاص باشیم که همه ما را تایید کنن، مورد اعتماد باشیم و حتی محبوب باشیم نزد افراد جامعه، این عوامل چی هستن؟ چی راهکارهایی هستن که دین مبین اسلام اون پیش روی ما قرار داده؟ بفرمایید، میشنویم از شما. بله، از اونجایی که خب ما در سبک زندگی اسلامی خودمون، در سبک دینی خودمون، بله، معتقد هستیم که عزت واقعی متعلق به خداوند هست. یعنی اگر انسانی در این دنیا، حالا به هر واسطه ای که، چه به واسطه مقام منزلت هست، چه به واسطه ثروت هست، چه علم و دانش ممکن است یک شخصی یک علم و دانش بسیار فراوانی داشته باشه، سرچشمه این عزتمندی ها را ما در خود خداوند میدونیم و میدونیم که عزت واقعی در حقیقت منشأش خداوند هست. بنابراین اولین عاملی که باعث میشه که ما عزتمند باشیم و عزیز باشیم و محبوب باشیم همین هست که ما بندگی خدا را به جا بیاریم. چرا که میدونیم که این عزت واقعی سرچشمهش پیش خداست. بله، درست است. و واقعا همینطور است. همطور که میبینید که وقتی یک شخصی خودش را در هر شرایطی، وقتی که میبینه که بنده خدا هستم و از خالق خودش پیروی میکنه، اطاعت میکنه، همین اطاعتی که از خالق خودش داره برای خودش نوعی عزتمندی میره. چرا که یک شخصی که وقتی که
در هر زمینه ای وقتی که میایه رضایت خداوند را در مد نظر قرار میده. حالا هر دستوری که خداوند داده در هر زمینه که هستن، میتونه در زمینه اقتصادی باشه، در زمینه معنویات باشه، در هر زمینه وقتی که میایه سفارشات خدا را، دستورات خدا را در زندگی خودش پیاده میکنه، در حقیقت به یک عزتی دست پیدا میکنه که میدونه که ای یک عزت واقعی است، چرا که خداوند همیشه برای او بهترین ها را میخواهد و اعتماد داره به این قضیه. درست. اینکه واقعا ما بدونیم که در این دنیا اگر همواره به خداوند متعال تکیه داشته باشیم و عبادت کنیم خدا را، این که میگه ما عبادت کنیم، خانم قاسمی شاید به زبان بگیم که خب یک شخصی باشه که همیشه فقط در حال نماز و روزه باشه و اینطور نیست. ما وقتی میگیم خدا را عبادت کنیم، یعنی عبودیت داشته باشیم، یک احساس بندگی داشته باشیم، یعنی در تمام زوایای زندگی خودمون. درست. شما حتی ممکن است در یک بحث علمی، ما بخواییم که در یک عرصه علمی یا در عرصه پیشرفت تکنولوژی، ما فقط باید خدا را در نظر داشته باشیم. یعنی در وهله اول ما خدا را در نظر داشته باشیم و بعد در کنارش میتونیم که از با بهره‌گیری از نیروها و توانمندی‌های خودمان بتونیم به حال او به علم، دانش یا به هر هدفی که مد نظر ما هست به اونها دست پیدا کنیم. و خب میبینید کسانی که به غیر خدا معمولا تکیه کردن، وقتی که امیدشون به چیزی بوده که در حقیقت اون اتصال اصلیشون به خدا نبوده، اینها معمولا با یک شکست مواجه میشه و یک ناامیدی در اینها ایجاد. حالا در هر زمینه ای هم میتونه باشن. به طور مثال ما خب در یک زمین همیشه خب نباید مثال های ای بزنیم که بخوایم از عبادت مثال بزنیم. درست. در همه امور زندگی، دقیقا در همه امور زندگی همینطور است. شما در یک عرصه علمی، شما تصور کنید بخواید یک کار علمی عظیم میخوایم انجام بدیم. بله. خب اگر واقعا ما در پشت همه اینها، در کنار همه اینها، اگر ما خداوند را بند نظر داشته باشیم و بدونیم که اگر علمی داریم، در حقیقت منشأ علم ما کی هست؟ خداوند هست. بله. چرا که ما قطعا یک دانش بشری و یک چیزی هست که میتونیم کسب کنیم، ولی منشأ علم و دانش از کجا نشأت میگیره؟ از ذات خداوند متعال. بنابراین اولین شرط یا اولین میشه گفت که عاملی که برای یک شخص واقعا در حقیقتا عزت مندی میره، همین هست که او شخص در خودش احساس بندگی و عبودیت خودش را تقویت کنه و همواره در هر امری خدا را در کنار خودش مد نظر داشته باشه. درست است. این موضوع از منظر جهانبینی اسلامی بود و باور و ای که ما حضور خداوند را در لحظه لحظه زندگی خود احساس بکنیم در تمام امور، با قبل شما مادی و معنوی، فکر میکنم یک احساس و قدرت خاص هم به خود ما میده که میتونیم بهتر و منحو احسن کارها را انجام بده. درست است؟ دقیقا. چرا که ما برای هر کاری نیاز به یک پشتیبان داریم. انگار بله. در هر امری، برای هر هدفی دقیقا به یک نیروی محتاج هستیم که شاید فراتر از نیرو خودمان باشه. دقیقا. که او بتونه ما را حمایت کنه و به ما یک انگیزه ببخشه. و واقعا همینطور هست. یعنی نیرویی که حالا ناشی از توکل به خدا میرسه، اینها غیر قابل انکار هست. یعنی شخص واقعا میتونه. و ما اینطور نیست که ما فقط با اونون یک مسلمان به اینها اعتقاد داشته باشیم. شما حتی میبینید که در کسانی که مسلمان هم نیستن، اونها هم از یک نیروی متافیزیک، اینی از یک نیروی ماورایی همیشه بهره میگیرن برای که بتوانن به اهداف خودشون برسن. اینطور نیست که یک شخص که حال فقط با افکار ماتریالیستی حتما پیش برده. کشورهای غربی در بقیه جهان بینی ها هم همینطور هست. یعنی در هر تقریبا میشه گفت حال دین یا آیین یا اندیشه یا تفکر یا مکتبی، پشت همه اینها یک نیروی ماورایی همیشه وجود داره که افراد با اونها اعتقاد دارن و با توکل به اون همونها هستن که میتونن اینها خب یک سری از مسیرها را طی کنن. فکر میکنم یک همون رقم که شما گفتین، یک قدرت خاصی پشت همین باور به حضور خداوند وجود داره که همه انسان ها، چی مسلمانان و چی غیر مسلمانان، با او قائل هستن و احساس میکنن که نیاز دارن به یک مأمن و پناهگاهی فراتر از قدرت و نیروی انسانی که بتونه آنها رو پیش ببره به سمت خداوند. و چه خوب است که او نیروی ماورایی و مافوق انسانی خداوند
بزرگ و آفریدگار جهان باشه که در دین مبین اسلام هم ما زیاد تاکید بر این موضوع داره و فکر میکنم که خیلی مؤثر است در بهتر زندگی کردن ما و عزتمندی ما در زندگی. ممنونم از شما که این نکته مهم برای ما یادآوری کردین و همچنین از شما بینندگان عزیز که نگاه های گرمتان تقدیم برنامه روشنا کردین. یک فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم، باز در خدمت شما خواهیم بود. برنامه روشنا خوش آمدین. راجع به زندگی عزتمندانه صحبت میکنیم و عوامل مؤثر بر عزتمندی هر فرد در زندگی. میشنویم خانم عالمی راجع به عوامل مؤثر بر عزتمندی صحبت کردین و گفتین که توکل به خدا به عنوان مهمترین و اساسی‌ترین و اولین عامل در روند زندگی عزتمندانه مؤثر است. عوامل بعدی را از شما میشنویم، میتونیم با ما توضیح بده؟ بله، یکی دیگه از عواملی که خب حالا ما در سبک زندگی اسلامی خودمون بسیار بر او تاکید داریم که با عامل عزت هر انسانی میشه، بحث قناعت هست که بسیار هم در روایات ما سفارش شده. واقعا همینطور هست که ما وقتی که حرف از عزت و عزتمندی و عزت نفس میشه، در کنارش ناخودآگاه ذهن ما به سمت قناعت پیشگی میره و واقعا همینطور هست که قناعت یکی از عوامل هست که خودش برای انسان عزت می آوره. درسته. قناعت داشتن اینه که ما بر اونچه که داشته های ما هست نسبت به اونها احساس شکرگزاری داشته باشیم. یعنی داشته های خودمون را شکرگزار باشیم و در کنارش چشم ما به دنبال داشته های دیگران نباشن. و البته این شاید خب بسیار اشتباه بگیریم که خب افراد تصور کنن که میگن که خب قناعت یعنی این که ما به کمترین ها قناعت کنیم. این بسیار خب جا افتادم، یکی اینه که قناعت یعنی با به داشته های کم قناعت کنیم و دیگه هیچ تلاش که خب نداشته باشیم. اگر کم داریم به همون قناعت کنیم و در کنارش هیچ تلاش و کوشش برای این که بخوایم یک زندگی ما از هر لحاظ، چه از لحاظ رفاهی باشه، چه از لحاظ علمی و آگاهی و بصیرت باشه و چه از لحاظ معنوی، اینها خوب روش نوه قطعا منافات داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که قناعت یعنی این که ما به کمترین ها، به کمترین سطوح از داشته ها بخوایم اکتفا کنیم و تلاش برای بهبودش نداشته باشیم. ما باید تلاش کنیم در هر زمینه، چه در بحث اقتصاد هست، چه در بحث معنویت هست و چه در مباحث آگاهی و علمی. ولیکن قناعت به ما میگه که خب تو یک ثروتی داری که پایان پذیر نیست. یعنی یک ثروتی داری که هر لحظه اگر در مسائل اقتصادی دچار مشکل شدی، بالاخره یک زندگی به قول معروف که بالا و پایین داره. بله. یک روزگاری هست که یک شخص ممکن است در زندگی خودش دچار فقر و تنگ دستی بشه، حالا به هر علتی. اگر این خصلت در شخص وجود داشته باشه، خصلت قناعت، میتونه واقعا در همون لحظه میتونه به دادش برسه و واقعا او رو یاری کنه. درست. ولی که اگر خصلت قناعت نباشه، ما در مشکلات، در مشکلات اقتصادی که قطعا هر کسی ممکن هست در یک برهه از زمان زندگی خودش این رو تجربه کرده باشه، یعنی غیر ممکن است یک شخص دیگه دنیا زندگی کنه و ولیکن خب مشکلات اقتصادی را تجربه نکرده باشه. قناعت میتونه در چنین لحظاتی واقعا ما را یاری کنه برای اینکه بتوانیم عزت نفس خودمون را حفظ کنیم. درست. که اگر قناعت نباشه ممکن است خب دست به هر کاری بزنیم. اگر مشکلی بر ما پیش بیاید ممکن است نتونیم شرایط موجود را تحمل کنیم و ممکن است هر عملی از ما سر بزنه. درست. برای اینکه خب اون مشکل را حل کنیم و یا اینکه خودمون را نیازهای خودمون را برطرف کنیم.
بنابراین خب در روایات هم بسیار قناعت سفارش شده. وقت حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمایند که یکی از عوامل عزت بحث قناعت هستند و ما سراسر زندگانی ائمه رو میبینیم که یکی از روش های زندگانی ائمه اطهار علیهم السلام این بوده که در زندگی خودشون همواره قناعت را پیشه کردن، هرچند که برخی از اونها مثل حضرت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، اینها جزء کسانی بودن که خب حکومت در دست اونها بودن، یعنی موقعیت ها و منزلت اجتماعی بسیار بالایی داشتن و اینها میتونستن از بهترین ها به نعمت‌های خدا بسیار استفاده کنن. ولی خب اونها با اون احساس قناعتی که داشتن تا جایی که توانستن بر نفس خودشون خاری دادن. یکی دیگه از عواملی که باعث میشه که خب همین قناعت در انسان به وجود بیاید و خب خود قناعت منبع عزت میشه، همین کسی که خود ما خودمون در نفس خودمون یک خاری ایجاد کنیم. حالا این به چه نفع هست؟ این در زندگانی حضرت ائمه اطهار بسیار دیده شده که شما ببینید که ائمه ما با وجود امکاناتی که در اختیار اونها بوده، حتی ائمه ای که حکومت در دستشون بوده، ولی خب چون اونها یک موقعیتی داشتن که خب معمولا مردم به اونها اعتماد میکردن و قطعا به لحاظ اقتصادی هیچ وقت در مضیقه نبودن ائمه ما. درست. هیچ وقت در مضیقه نبودن، چرا که هم تلاش میکردن و همی که در بین مردم یک جایگاه خیلی رفیع داشتن. ولی همه اونها ائمه اطهار میبینیم که در زندگی خودشون از یک نوع خاری نفس استفاده میکردن، یعنی ریاضت میکشیدن، یعنی خودشون را به یک سختی میدادن، مینداختن که همین سختی ها خب قطعا اونها چون معصوم بودن ولی کن یک نوع الگو میتونستن برای ما باشن که ما از اونها بیاموزیم. اگر بخوایم برای خودمون را در از لحاظ روحی و معنوی رشد بدیم، میتونیم واقعا حتی اگر در یک موقعیت رفاه و آسایش هم باشیم، یک جاهای نیاز هست که ما به خودمون یک سختی هایی بدیم که همین سختی ها باعث بشه که خودمون رو رشد بدیم. واقعا این بسیار لازم هست برای ما. یک نکته بسیار اساسی هست که من فکر میکنم شاید اگر هر کسی در زندگی خودش بهتر هست یک بار تجربه کنه که خودش را حتی اگر در یک زندگی هست که بسیار آسایش داره، رفاه داره، یک جاهایی خودش را از یک چیزهایی محروم کنه و اینطور بتونه روحی قناعت و عزتمندی خودش را پرورش بده انشاءالله. ممنون از شما. راجع به قناعت و ارتباط مستقیم او با عزتمندی، من فکر میکنم که همین که شما اشاره کردین که وقتی که قناعت داشته باشیم و خودت گهگداری عادت بدیم به ریاضت و یا کم داشتن، فکر میکنم همین ما را از بسیار از رذایل اخلاقی دور میکنم، مثل مثلا بخل و حسادت، مثل مثلا کینه توزی، حالا رقابت های ناسالم و یا همو اعمالی که باعث میشه که ما را ترغیب کنن و مالندوزی از راه های حرام و نادرست، همه اینها خودش میتونه به صورت غیر مستقیم محبوبیت را در دل افراد ایجاد کنه، در دل افراد نسبت به ما ایجاد کنه. من اگر به عنوان مثال قناعت داشته باشم به زندگی و چشم من، مسئله‌ای که همه ما درگیر هستیم در زندگی روزمره با او در بین فامیل و اقوام، چشم من دنبال مال و دارایی حالا اقوام دیگر نباشه و فکر کنم که زندگی من بهترین زندگی است و خداوند را شکرگزار باشم بابت این، همین میتونه یک حس دوستی و عطوفت را بین من و افراد خانواده به وجود بیاره، افراد فامیل به وجود بیاره، که این باز میتونه عزتمندی را، همون رقم که میخواستیم ارتباط شبگی، بله، و محبوبیت را ایجاد بکنه بین افراد خانواده، کما اینکه همون رقم که شما اشاره کردن لازم هست که در کنار قناعت به صورت منفعل نباشیم و خواسته باشیم که باز پیشرفت را مد نظر قرار بدیم، تلاش کنیم برای ارتقاء زندگی، حالا چه در بحث مادی چه در بحث معنوی. اما خب از یک طرف هم قناعت به این معنا نیست که کاملا دیگه دست روی دست بگذاریم و بگیم خدای شکرت، لازم نیست که ما کار را انجام بدیم. میشنویم ادامه بحث با شما. بله، و در بحث قناعت خب گفتیم که یکی از الگوهای اساسی ما خب در زندگی ما ائمه اطهار هستن، یعنی کسانی هستن که واقعا اینها همواره
قناعت را در زندگی خودشون پیشه گرفتن. من یک داستانی را خب در مورد حضرت امیرالمومنین علیه السلام که میگفتن یک شخصی وقتی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام یک شخصی بر حضرت امیرالمومنین علیه السلام وارد شدن و دیدن که ایشان داشتن یک نان رو میخوردن و روی نان نخاله های وجود داشت. حالا نمیدونم که منظورشون از نخاله چی بوده، ولی خب احتمالاً خب نانی بوده که شاید خیلی کیفیت نداشته و یک بخشش قابل خوردن نبوده و این حضرت امیرالمومنین داشته این نان رو میخورده و خب این شخص ایراد میگیره، میگه خب خدمتکار شما وقتی که این نان رو میره خب چرا این نخاله ها رو اینها رو بر نداشته که شما خب اذیت نشید موقع خوردن. و حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که من خودم درخواست کردم که نان رو با همین نخاله هایشون بیاره تا ما بتونم بر نفس خودم یک جاهای فائق بیام. و واقعا همینطور هست خانم قاسمی عزیز، ما بحث قناعت یک ارتباط مستقیم با خواسته های ما داره. یعنی ما اگر یک جاهایی نتوانیم نفس خودمون رو مهار کنیم و کنترل کنیم، نه بحث قناعت که بسیاری از رضایل اخلاقی همطور که شما فرمودین واقعا در ما رشد میکنه. و این خود این که بخوایم ما خودمون در وجود خودمون بخوایم برخی از اون امیال نفسانی خودمون رو، یعنی با مختارن و اختیارن بخوایم یک جاهایی مهار کنیم، همین خودش باعث میشه که ناخودآگاه ما یک فردی باشیم که در وجود خودمون یک احساس عزت نفس داشته باشیم و خودمون رو باور داشته باشیم یک جاهایی، چرا که ما بر خودمون یک تسلط و قدرتی پیدا کردیم. وقتی یک شخص بر خودش تسلط و قدرت پیدا میکنه، ناخودآگاه در وجود خودش یک احساس عزت نفس داره که همین تسلط و قدرتی که افراد، یعنی او اقتداری که فرد بر خودش در خیلی از جاها میتونه اعتماد به نفس و عزت نفس او را در محیط جامعه، در خانواده، در زندگی فردی و شخصی خودش برای او واقعا به ارمغان بیاره. بنابراین مهار کنترل اون از امیالی که خب در دست ما هست، یعنی در اختیار ما هست. حالا اینطور نیست که ما بگیم که خب همیشه ما خودمون رو در سختی قرار بدیم یا از سختی ها هیچ وقت دور نباشیم. این واقعا تفکر اشتباه هست که بگه که خب مؤمن کسی هستش که همیشه در سختی ها هست. نه بله. خب بالاخره انسان، خداوند برای انسان نعمت ها و آسایش رو هم قرار داده، ولی کن یک جاهایی ما اختیارا میتونیم با عنوان یک تمرین از اونها استفاده کنیم، همونطور که شما فرمودین یک نوع ریاضت برای خودمون بدیم که این باعث بشه که بر خودمون مسلط باشیم، کنترل کنیم هوای نفس خود. و بسیار از همون رقم که پیشتر اشاره کردم، رضایل اخلاقی را در کنترل خود بگیریم و بتانیم همون خود کنترلی را در مسیر کسب عزتمندی و عزت نفس داشتن بر خود کسب کنیم. بله انشالله. و این واقعا مخصوصا در تربیت فرزندان بسیار مشهود و مهم هست. این که میگن که وقتی که شما فرزندان خودتون را از کودکی یک طوری اونها را تربیت کنین که خود کنترل داشته باشن، یعنی بر برخی از امیال خودشون، خواسته های خودشون، اینها یک احساس کنترل داشته باشن. بله. یک مثال در روانشناسی هست که میگن سیبت رو نخور. که میگن که برخی از بچه ها رو که وقتی که تعدادی رو اومدن در کلاس درس گذاشتن و اونها خب یک چند تا سیب رو داخل یک ظرف گذاشتن و خب میخواستن ببینن که واکنش این بچه ها چی هست، یک عده خب به اون سیب ها نگاه میکردن، یک عده اصلا نگاه نمیکردن و یک عده از این بچه ها کسی بودن که میرفتن خب و به اونها تاکید میکردن که اینها رو نباید دست بزنین، نباید خورده بشه، و یک تعداد از این بچه ها کسی بودن که خب میخوردن این سیب ها رو. و بعد چند سال بعد خب روی همین افراد وقتی که آزمایش کردن، دیدن که اون بچه های تعداد فرزندانی که کودکانی که اون سیب ها رو دست نزده بودن و به اونها حتی نگاه هم نکرده بودن، این کسانی بودن که در جامعه دچار یک افرادی بودن که بسیار موفق بودن و واقعا شخصیت عزتمندی داشتن، ولی که برعکس اون کودکانی که خب سیب رو خورده بودن اینها نتونسته بودن کنترل، آره، و اینها کسانی بودن که حتی تبدیل شدن به افرادی که در جامعه این خلافکار بودن، دچار افراد بزهکار شده بودن. و واقعا همینطور هست، این خود کنترلی میتونه از کودکی روی چیزهای بسیار ساده و جزئی یک تمرین باشه برای شخص که خب بتونه خدا در آینده هم کنترل کنه. ممنون و متشکر از شما و همچنین از همراهی شما همراهان آنقدر که برنامه روشنا را نگاه میکنین. بریم و برگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
با ادامه برنامه روشنا در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. میتونین انتقادات، پیشنهاد و نظراتتون با ما شریک بسازین از طریق شماره تماس برنامه که زیرنویس میشه. بحث ما راجع به عوامل عزتمندی در زندگی است و خانم عالمی با ما هستن و راجع به این موضوع با ما صحبت میکنن. خب میشنویم راجع به عامل بعدی که باعث میشه ما در زندگی عزتمند بشیم. ولی یکی از عواملی که بسیار هم در دین ما سفارش شده، هم در دین اون رو بسیار سفارش کرده و هم اخلاق اون رو میپسنده، بحث عفو و گذشت هست. اینکه افراد هر چقدر نسبت به یکدیگر در مقابل بدی هایی که حالا ممکن هست به عمد باشه یا به صورت اشتباهی باشه، یعنی غیر عمدی باشه، اگر عفو و گذشت داشته باشن، این باعث میشه که این شخصی که از حالا بدی یک شخصی میگذره، از ستم ظلم و ستم یک شخصی میگذره، اون شخص رو در نظر بقیه، در نظر دیگر افراد و حتی در نظر کسی که به اون بدی کرده، یک شخص محبوب و عزتمند جلوه بده. بله. و واقعا هم همینطور است، مخصوصا که اگر یک شخصی به ما یک بدی کرده باشه که این بدی کاملا نخواسته باشه یا ناآگاهانه باشه، این شخص ممکن است خودش پشیمان شده باشه بعد از اینکه یک بدی کرده باشه، اگر ما اون شخص را ببخشیم و از خطای و اشتباه او بگذریم، قطعاً باعث میشه که ما هم بین برای او پیش او شخص یک شخص محبوبی جلوه داده بشیم و هم در خودمان، در وجود خودمان یک احساس ارزشی پیدا کنیم، به خودمون بگیم که خب من یک شخصی بودم که از اشتباه و خطای شخص گذشتم و این واقعا موجب رشد انسان میشه. بله. یکی از مؤلفه های عزت نفس و عزتمندی گفتیم بحث ارزش هاست، یعنی احساس ارزشمندی هست. قطعا وقتی که یک شخصی بدی های دیگران رو میبخشه و از او میگذره، در احساس خود، در درون خودش یک احساس ارزشمندی داره. چه نکته جالبی را گفتین خانم عالمی. ما بعضی ها را برخلاف باور ایده که خب اگر بخشیدی یا عفو کردی یا گذشت کرده از گناه دیگری، نشان دهنده ضعف تو و ناتوانی توست که در برابر اون نتونستی استادگی بکنی. شما میگین که برعکس، اتفاقا باعث میشه که هم از یک طرف نزد طرف مقابل و افراد اطرافیان خود احساس محبوبیت کنه و همین که از درون یک احساس ارزش مندی داشته باشه که باز این هم موجب عزت نفس میشه. بسیار نکته مهمی بود. بله بسیار. واقعا چقدر ما در روایات سفارش شده خانم قاسمی که اگر کسی به شما ظلم کرد، بهتر گرفتن انتقام و اینکه بخوایم جبران کنیم اون خسارتی که بر ما وارد شده، این حق اون شخص هست. در قرآن هم اومده که اگر کسی بر شما تعدی کرد، شما بر او تعدی کنید، یعنی این حق شماست، ولی بهتر هست که از او دشمنی یا از او اشتباه یا خطا بگذریم و همین گذشت و عفوی که البته پسندیده باشه. یک جاهایی هست که واقعا عفو و گذشت ناپسند هست که اونم که خب ملاکش و معیارش در سخن از حضرت امیرالمومنین علیه السلام اومده، میگن که ایشون فرمودن که اگر کسی به شما بدی کرد، از او بگذرین مگر اینکه یک جایی باشه که ارزش‌های دینی و او عزت اسلام به خطر بیفته، یعنی ارزش دینی به اونجا زیر سوال قرار بگیره، اسلام تحت شعاع قرار بگیره و ما بخوایم از ارزش‌های اسلامی بگذاریم. اینجا واقعا عفو و گذشت ناپسند هست. خب ممکن است خیلی جاها موارد هم پیش بیایم، ولی کن یک جاهایی هست که نه، خب ما میتونیم از حق خودمون بگذاریم، بسیار بزرگوارانه برخورد کنیم. و این نه تنها نقطه ضعف ما نیست، بلکه باعث میشه که بسیاری از او شخص، حتی او کسی که در حق ما ظلم و ستم کرده هست، حتی میکنه در او هم غیر از این که یک احساس رضایت داشته باشه از ما، او حتی ممکن است متنبه بشه و واقعا به یک راه راست بیایه و این بسیار تأثیر داره. اینه که اگر ما از خطای شخص یا اشتباه یک شخص بگذاریم، احتمال هست که خب شخص اگر خیلی بسیار آدم در زمینه خطا و ظلم و ستم، اگه شخصی باشه که خیلی خب انسان ظالمی نباشه، ممکن است به خودش بیایه و واقعا به دری فکر فرو بره که خب حالا که از من گذشت، بنابراین بهتر هست که من خب در روند رفتار خودم، در رویه خودم، در اخلاق خودم یک اصلاح ایجاد کنم.
یعنی احتمال این که این شخص هم هدایت بشه این هم بسیار وجود داره. و یک حدیثی هم از ائمه اطهار هست که حالا من یادم نیست که دقیقا از کیست که میگه وقتی اگر شخصی به تو ستم کرد و تو او به یک در مقابل او پیروز شدی، یعنی در مقابل ظلم و ستم او پیروز شدی، بخشیدن او رو شکرانه پیروزی خودت قرار بده. یعنی واقعا جمله بسیار زیبایی هست. من این جملات را ما میبینیم که الان اگه در اینترنت سرچ کنیم مشابه اینها را در نویسنده های غربی، در متفکران و اندیشمندان و فیلسوفان غربی بسیار اینها را نسبت میدهند که خب ممکن است خب اونها هم در بین اونها هم کسانی باشند که به این اندیشه و تفکر رسیده باشند. ولی خیلی زیبا هست که ما وقتی میبینیم در دین خودمون، در روایات خودمون، در بین ائمه این همچین جملات بسیار گوهرباری وجود داره، این که یک شخصی را اگر ما بر او پیروز شدیم بخشیدن او را شکرانه پیروزی خودمون قرار بدیم. واقعا بسیار زیبا هست. بله، اگر ما اینها اگر در زندگی ما پیاده کنیم و به اونها اهمیت بدیم و بها بدیم، قطعا ما را به سمت یک سوی میبره که سبک زندگی ما واقعا یک سبک زندگی عزتمندانه میشه. بله ممنون. عوامل دیگه هم هست؟ بله، یکی دیگه از عواملی که خب باعث میشه که یک شخص در بین مردم هم عزیز باشه و هم عزت خودش را حفظ کنه و محبوبیت ایجاد کنه، این چیزی هست که یک شخص فردی باشه که واقعا در گفتارش و رفتارش در بین مردم صداقت و راستگویی داشته باشن. واقعا همینطور است. شما که وقت میبینید افراد را مقایسه میکنید، یک سری افراد هستن که به صداقت معروف هستن، امین مردم هستن. آره، و مورد اعتماد مردم. دقیقا اینها کسانی هستن که به لحاظ کلامی بسیار مورد اعتماد افراد هستن. همیشه وقتی که با اینها روبرو میشین یک احساس امنیت خود به انسان دست میده. و میبینید که اینجور افراد وقتی که با هر شخصی روبرو میشه میگه خب شخصی یک آدم راستگویی است، بسیار آدم امینی هست، بسیار در رفتارهای خودش صداقت داره. اگر محبتی وجود داره، محبتش از روی صداقت و خیرخواهی هست. و معمولا خب افرادی که صداقت، حالا ما میگیم وقتی میگیم صداقت یعنی صداقتی که همراه با ادب باشه، نه حالا بله. یک صداقتی که باعث بشه که با صراحت کلام خودش باعث رنجش و ناراحتی دیگر افراد بشه که بخوای همیشه خب نقاط ضعف افراد رو بگه یا به راحتی هر کلامی از اونها صادر بشه. ما بحث صداقت و راستگویی وقتی زمانی که صحبت میکنیم، یک شخصی که هم صداقت داشته باشه، هم راستگویی داشته باشه، امین مردم باشه، ولی در این حال یک فردی باشه که نزاکت را رعایت کنه، ادب را رعایت کنه. و اینها واقعا باعث میشه که یک شخص در بین مردم عزیز باشه و عزت نفس باشه. و همین خودش خانم قاسمی عزیز، اصلا صداقت و راستگویی باعث میشه که خود انسان راستگو و صادق هم یک احساس آرامشی داشته باشه. دقیقا عذاب وجدان خاصی نمیده. و چقدر حال آدم خوب میشه در صحبت و همنشینی با چنین افرادی، یک احساس همون رقم که شما گفتین امنیت روانی خاصی در ما ایجاد میشه و در متقابل هم در خود فرد به وجود میاید. زیادی از افراد هستن که حالا به دلیل همو دروغ حالا بخوایم بگیم یا صحبت نادرستی که کردن، شاید بعدها عذاب وجدان بگیرن یا بعدها در بین مردم رسوا بشن. و این خودش همین ترس از همین آینده، از رسوایی و یا عذاب وجدانی که دارن، باعث میشه که همو عزتمندی و عزت نفس افراد در درون آنها کاهش پیدا بکنن. من فکر میکنم این هم باز هم از نظر درونی در خود فرد و هم از نظر رفتاری با افراد، سایر افراد جامعه، میتونه هر دوی اینها مؤثر باشه در عزتمندی فرد. دقیقا همینطوره. بهش نکته خوبی اشاره کرده، اینه کسی که خب صداقت کلامی نداره یک روزی ممکن هست خب رسوا بشه و این واقعا نه تنها شخص را بین مردم محبوب نمی کنه، بلکه ممکن است تا باعث خاری و ذلت و خفت شخص بشه و واقعا آبروی یک شخص همیشه در خطر هست. و کسی که صداقت داره، معمولا افرادی که راستگو و صادق هستن،
غیر از اینکه خب افرادی هستن که ممکن همه به اونها اعتماد میکنن و روی اونها یک حساب باز میکنن، اینها خودشون هم معمولا در رفتارهای خودشون، یعنی در رفتارهایی که نشان دهنده این هست که خب بالاخره عزت نفس دارن، اینها هم خیلی تاثیر داره. یعنی یک جاهایی نمیان که مثلا عزت نفس خودشون رو زیر سوال ببرن. و یکی از عوامل عزت نفس گفتیم همین بحث توانمندی ها هست. این افرادی که صادق هستن معمولا بیشتر و بهتر میتونن از توانمندی های خودشون استفاده کنن، چرا که اونها کسانی هستن که توانمندی های خودشون را شناختن. ولی بله. افرادی که صداقت ندارن معمولا با یک توانمندی های واهی و پوچ و توهمی اینها در جامعه حضور پیدا میکنن، تظاهر و توانمندی تظاهر میکنن. و وقتی که او توانمندی نداشته باشن و وقتی پای عمل برسن، چون ناتوان هستن و ضعیف هستن و واقعا قدرت و توانمندی ندارن، بنابراین عزت نفس اونها پایین میاد. بله. و نه اعتماد به نفسی دارن در جامعه و نه میتوانن که اون برنامه ری که داره، حالا هر چیزی که در ذهن خودشون هستن، در زندگی خودش پیاده کنن. و به عنوان صحبت آخر، اگر بر بینندگان ما صحبتی دارید میتونن بفرمایید که باز برنامه به پایان برسه. یکی از عوامل دیگه هم که خب در کنار همه اینها فهم میکنم بسیار هم در روایات و احادیث سفارش شده که باعث میشه که انسان عزیز بشه و عزت یک شخص حفظ بشه، بحث این هست که در کنار همه اینها شخصی باشه که خشم خودش رو فرو ببره، یعنی که فردی که بتونه خشم خودش رو فرو ببره و حلم و بردباری باشه در مقابل حالا هر کسی که هست، در مقابل همسر خودش هست، در مورد فرزندان خودش یا افراد دیگه ای که در حالا در جامعه، در محیط کاری اینها با اونها ارتباط دارن، همین حلم و بردباری و کظم غیظ اینها باعث میشه که این شخص واقعا همون کنترلی که گفتین در خود داشته باشه، دقیقاً اون کنترل داشته باشه و میتونه واقعا بسیاری از اون بدیهای خودش رو خب میتونه واقعا بپوشونه. یعنی پوش خود کظم غیظ، خود فروش بردن خشم، این باعث میشه که افراد، بالاخره هر کسی در وجود خودش یک رذایل وجود داره هست، اینها باعث میشه که این رذایل پوشانده بشه. بله، ممنون از شما خانم عالمی، دچار مشکل بشه. تشکر که در برنامه حضور پیدا کردین و ممنون از اینکه ما را همراهی کردین تا پایان برنامه. فراموش نکنین که شما ارزشمند هستین و لایق زندگی عزتمندانه، باید برش تلاش کنین. ممنون از اینکه همراه ما بودین و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.